سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه خواست ضرب ماتریس ها رو یاد بگیریم خب همونطور که با هم دیگه دیدیم ضرب ماتریس ها خیلی متفاوت با ضرب اعداد حقیقی بود و ویژگی های خیلی خاص به خودش رو داشت مثلا هر ماتریسی رو نمیتونستیم تو هر ماتریسی ضرب بکنیم یا مثلا ممکن بود دو تا ماتریس A و B رو داشته باشیم که آ رو بتونیم از چپ توی B ضرب بکنیم ولی B رو نتونیم توی آ از چپ ضرب بکنیم یا حتی ممکن بود که بتونیم هم A رو توی B از چپ ضرب بکنیم هم B رو توی A یعنی هم حاصل ضرب آ ب رو داشته باشیم بیاد اینجا بنویسیمش ممکن بود هم حاصل ضرب آ در ب رو داشته باشیم یعنی امکان پذیر باشه و هم بی در آ رو داشته باشیم اما توی حالت کلی این دوتا با همدیگه برابر نبودن و توی حالت خاصی ممکن بود برابر بشن پس انتظار داریم که چون میبینیم که ضرب ماتریس ها انقدر با ضرب اعداد حقیقی متفاوته میتونیم انتظار داشته باشیم که خواص متفاوتی هم داشته باشه مثلا همین که آب با به آمخالفه اما جالب اینه که در این حال که بعضی از خواص ضرب ماتریس ها با خواص مشابه خواص مشابه ضرب اعداد حقیقی متفاوته یه سری خواص مشترک هم داره که امروز میخوایم در مورد اونها صحبت بکنیم به عنوان مثال اولین خاصیتی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم این استش که اگر سه تا ماتریس A و سه داشته باشیم که مثلا اندازه ماتریس A مون باشد M در N ماتریس B مون مرتبهش باشه N در P و ماتریس C مون مرتبهش باشه P در Q دقت بکنید که تعداد ستون های آ با سطح های ب برابره و تعداد ستون های بی هم با سطح های سی س... س... برابره پس آ رو میتونیم از چپ تو ب ضرب بکنیم و ب رو هم میتونیم از چپ توی سی ضرب بکنیم در این صورت این خاصیت برقرار استش برای هر سه تا و, سی که این مرتبه رو داشته باشن داریم آب آب در سی مساوی هستش با آ ضرب در بی درسی. خب این میبینید که کاملا مشابه ضرب اعداد حقیقی هستش خب خاصیت دیگه ای که ضرب ماتریس ها داره مجددا فرض بکنید که خب بیاید عدد بذاریم اول که اشتباه نکنیم پس این خاصیت اولی بود که داشتیم خب بیاید مراجعه بقیه خاصیت ها صحبت کنیم. اگر دوباره سه تا ماتریس آبه و سه داشته باشیم که این بار A اندازش باشد M در N و B اندازش باشد N در P و C هم باشه اندازش N در P یعنی این بار C و B هم مرتبه هستن یا هم اندازه هستن اون وقت یک همچین خاصیتی برقرار هستش برای ماتریس های A و B و C داریم A در B به علاوه C مساوی هستش با چی؟ حتما همتون حدس میزنید A در B به علاوه A در C درسته خب پس این هم مشابه اعداد حقیقی هستش این همین این خاصیت رو هم داریم A به علاوه بی اگر از چپ ضرب بشود توی ماتریس C مساوی می شود با A در C به علاوه B در C. منطقه این بار دقت بکنید که باید مثلا داشته باشیم ماتریس A M در N ماتریس B هم M در N چون B و A باید هم مطبع باشن که بشه جمعشون کرد و ماتریس C مثلا N در P هستش پس این هم خاصیت دوم این هم خاصیت سوم امروز این, دو تا، این سه تا خاصیت رو میخوایم با هم دیگه ببینیم و سعی میکنیم که یکیشون رو اثبات بکنیم خب حالا میخوایم اینا رو با هم دیگه اثبات بکنیم یکیشون رو و من فکر میکنم که این اولی چون یه مقدار اثباتش پیچیده تر هست شماره یک من شماره یک رو برای شما اثبات میکنم و دو سه رو حتما خودتون میتونید به عنوان تمرین برای خودتون اثبات بکنید خب قبل از اینکه اثبات رو شروع بکنیم بیاید مراحلش رو با همدیگه یه دور مرور بکنیم گفتیم که وقتی که همچین اتحادهای ماتریسی داریم برای اینکه که بخوایم اثباتش بکنیم همچنین میتونیم دو طرف رو فرض کنیم که دو تا ماتریس هستن مثلا برای شماره یک این دست چپ تصاویر رو میتونیم فرض کنیم که یه ماتریسه که ما اسمش رو میذاریم مثلا F یا بیاید اسمش رو بذاریم G مثلا و و سمت چپمون هم فرض کنیم مثلا یه ماتریس F اسمش هست و ما در حقیقت الان میخوایم اثبات بکنیم چی؟ میخوایم اثبات بکنیم که G مساوی با F خب برای اینکه دو دوتا ماتریس با هم مساوی باشن تعریف تصاوی دو میگه که دوتا خاصیت باید برقرار باشه اول اینکه دو باید چی هم مرتبه باشن درسته پس دو باید هم مرتبه باشن و درایه های متناظرشون درایه متناظر با همدیگه مساوی باشن با هم مساوی باشند یعنی چی؟ یعنی به ازای هر آیو جی داشته باشیم اف آیو جی مساوی با جی آیو جی هستش درایه آی و جی از ماتریس اف با جی برابر به ازای چی هر آی و جی پس این حالت روش کلی اثبات یک همچین اتحادهای ماتریسی هستش اول ثابت میکنیم که دو طرف تساویمون دو ماتریس هم مرتبه و بعد ثابت میکنیم که درایه های متناظرشون با هم مساوی هم خب بیاید شروع بکنیم و خاصیت یک رو با هم اثبات بکنیم خب دقت بکنید که ا اگر یه ماتریس فرضش بکنیم یعنی آ ضرب در به چه مرتبه خواهد داشت چون آ در انه بی هم ان در پیه پس آبه مرتبهش ام در پی خواهد بود درسته آبه ام در پی خواهد بود و سی هم که پی در کیو پس پس آبه در سه هست یه ماتریس ام در پی در یه ماتریس پی در کیو پس مرتبهش هست چی ام در کیو درسته حالا سمت راست رو بیام نگاه بکنیم به سه مرتبش چی هستش دقت بکنید که بی ان در پی سی ام پی در کیو پس B در C، به زب در سی مرتبش ان در Q خواهد درسته حالا آ خودش ماتریس ام در N داره توی ماتریس N در کیو این ور ضرب میشه پس سمت راستمون چند در چند خواهد بود ام در Q. خب میبینید که پس دو طرف تصاویمون دو تا ماتریس هم مرتبه هستن. مرحله اول اثباتمون رو به همین راحتی با هم دیگه انجام دادیم. خب حالا بیایم ثابت کنیم که دراره های متناظر با هم دیگه مساوی برای اینکه یه خورده نمادگذاریمون راحت تر بشه من دو تا ماتریس جدید معرفی میکنم. اسم A در B رو میذارم ماتریس E که درایه ای و هستش و مرتبه هم که گفتیم ام در P. درسته و اسم B در C رو هم میذاریم چی؟ میذاریم ماتریس دی که درایه هاشم دی ایو جیه مرتبه هم با هم دیگه گفتیم میشه چی؟ میشه N در Q. درسته حالا در حقیقت چیزی که ما باید ثابت بکنیم اینه که ماتریس ای ضرب در ماتریس C مساوی هستش با ماتریس A ضرب در ماتریس D درسته؟ خب که ما گفتیم این ورا اسمش رو میذاریم چی؟ اسم این ورا میذاریم F از میخوام اسم این ورا میذاریم G و اسم این رو میذاریم F خب پس میخوایم ثابت کنیم که ماتریس G مساوی ماتریس F خب بیاید نشون بدیم که درایه هاشون تک تک با هم دیگه مساوی طبق تعریف درایه آی و جی ماتریس F برابر با چی میشه؟ اگر تعریف دقیق ضرب ماتریس هایاتون باشه برابر میشه با حاصل جمع یا سیگما کا از یک تا N چی؟ خب F مساوی با آی زب در پس داریم آی آی ک. ضرب در دی کی جی درسته خب بیاید دی کی جی رو پیدا بکنیم چون ماتریس دی خودش هست ماتریس بی ضرب در سی پس دی کی جی طبق تعریف خودش مساوی با چی میشه میشه حاصل جمع ال از یک تا پی چون بی هست ان در پی دیگه درسته ال از یک تا پی بی کی ال در C L -J. آفه. خب حالا این D K -J که اینجا پیدا کردیم این عبارت اینجا رو بیان جایگذاری بکنیم به جای D K -J اینجا چی به دست میاریم به دست میاریم حاصل جمع K از یک تا N A -I, I K در چی در سیگما L از یک تا P P K -L در C LJ آفرین خب میدونم که این عبارت های خور پیچیده به نظر میاد اما نهایتا هیچ چیز خاصی نیست ما فقط داریم تعریف جمع ضرب ماتریس ها رو می نویسیم به ریاضی و جایگذاری انجام میدیم خب دقت بکنید که چون این آ, آ, ا, آ, 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 آ ها بی ها و سی های کوچیک هم اعداد حقیقی هستن و ما داریم روشون جمع میزنیم ترتیب جمعمون هیچ اهمیتی نداره و ما میتونیم این آ آیوکی رو چون که مستقل از ال هستش بیاریم داخل این جمع دومی یعنی میتونیم به این شکل بنویسیم عبارتمون رو k حاصل جمع k از یک k از یک تا n ضرب حاصل جمع l از یک تا p در در چی a i k در b k l در c l j پس فعلا چیکار کردیم اومدیم این آی آی رو آوردیم توی این حاصل جمع چون اینا مستقل از ال بودن و میتونن بیان داخل این جمع به اینا ضرب بشن و بعد روشون جمع زده بشه خب کار دومی که میتونیم بکنیم همونطور که بهتون گفتم اینه که میتونیم ترتیب جمع زدن رو روی اندیس ها عوض بکنیم یعنی به جای اینکه اول روی کی جمع بزنیم میتونیم اول روی ال جمع بزنیم و بعد رو کی یعنی میتونیم اینو بنویسیم مساوی هستش با حاصل جمع ال از یک تا پیه. حاصل جمع k از یک تا n مجددا a i آیوکی آی k در b k و l در c l و j درسته چون اعداد حقیقی رو داریم تو هم ضرب کنیم جمع میزنیم ترتیب جمع زدنمون روی اندیس ها اهمیتی نداره خب حالا چه که دیگه میتونیم بزنیم دقت بکنید که توی این جمع داخلی که داریم یعنی اینجا یه پرانتز بیاد بکشیم توی این حاصل جمع داریم روی اندیس K رو تغییر میدیم و این C L و به K بستگی نداره یعنی تا وقتی که این L تغییری نکرده داریم جمع داخلی رو انجام میدیم این C L و این یه عدد ثابت هستش پس میتونیم از این حاصل جمع بیاریمش بیرون و بذاریمش اینجا درسته خب پس این عبارتمون مساوی با چی خواهد شد؟ مساوی خواهد شد با حاصل جمع L از یک تا P C L و J ضرب در سیگمایه. K اون چیزی که این داخل میمونه K از یک تا N A I K در چی؟ A I K در B K L درسته؟ خب چیکار کردیم پس این سی ال چون به کا وابسته نبود این داخل شد مثل یه ثابت عمل میکرد از این حاصل جمع آوردیمش بیرون همونجوری که این آی آی اینجا چون به البستگی نداشت برای این جمع داخلی مثل یه ثابت بود و میتونستیم ببریمش داخل پس هر وقت داریم یه سیگما رو محاسبه میکنیم اگه تحت سیگما یک فاکتوری باشه که به اون اندیس سیگما وابسته نباشه اونو میتونی ببریم بیرون یا اگر بیرون باشه میتونیم بیاریمش داخل سیگما خب این حالا ببینیم اینجا چی داریم این حاصل جمع داخلی رو اگر نگاش بکنیم کا از یک تا آ آی کا در بی کائل طبق تعریف این مساوی با درایه آی و الوم ماتریس ای هستش که برابر با حاصل ضرب آ و ب. درسته؟ این دقیقا تعریف درایه آی و الوم ماتریس آ در ب هستش یعنی در حقیقت چیزی که اینجا داریم هست سیگما ال از یک تا پی چی سی ال جی در ای آی و ال درسته داره جالب میشه کم کم خب اینو میتونید حدس بزنید این حاصل جمع اینجا چی هستش اگه براتون خیلی آشنا نیست من یه تغییر کوچولو توش میدم اول ایو می بعد سیو داریم حاصل جمع ال از یک تا پی سی آی در اول خواهم شد اول ایو ای او بنویسم ای ال در سی ال و جی درسته؟ مجددا میبینید که این طبق تعریف برابر با درایه آی و ماتریس G هستش درسته چون ماتریس G هست ماتریس E ضرب در ماتریس C و درایه آیو آی جی همش دقیقاً تعریف از این به دست میاد پس این برابر هستش با چی G آی و جی خب دقت کردید چه چیز جالبی ها نشون دادیم نشون دادیم که اف آیو جی به ازای هر آیو جی برابر هستش با جی آیو جی درسته پس اومدیم در حقیقت دومین چیزی که باید نشون میدادیم رو هم نشون دادیم که به ازای هر آی و جی f i مساوی با g i هستش و اثبات خاصیت یک رو اینجا کامل کردیم میدونم که این بخش ریاضیاتش احتمالا یک کم پیچیده است اما اگر که کامل نتونستید دنبال بکنید یک بار دیگه این ویدیو رو مرور بکنید و مطمئن هستم که کامل براتون جا میفته خب اثبات خاصیت دوم و سوم هم دقیقا عین همین خاصیت اول هستش و حتی آسان‌تر هستش چون دیگه یه دونه ضرب بیشتر نداریم توی اینا دو تا ماتریس اول با هم جمع میشن بعد توی ماتریس دیگه ضرب میشن اینجا چون دو تا ضرب داشتیم مثلا آ تو ب ضرب میشد بعد سه میشد این سیگما های دوگانه اومد توی اثبات اون که خورده پیچیده ترش میکرد و من اثبات دو سه رو به عنوان تمرین به خودتون واگذار میکنم خب تو کلاس درس بعدی میبینمتون